سلام، پریسا نصری هستم. باز هم در کنار تو دوست قدرتمند و توانمندم. چرا بعضی وقتها با وجود اینکه میدونیم انجام یک کار کوچیک میتونه زندگی ما رو تغییر بده و ما رو به سمت پیشرفت ببره، باز هم توی اون کار تعلل میکنیم و اون کار رو انجام نمیدیم؟ میدونید علتش چیه؟ بعضیا میگن شاید چون خیلی تنبلیم، بعضیا میگن بیانگیزه. نه، علت در تنبلی و بیانگیزگی شما نیست. مهمترین علت توی ذهن ماست. ذهن ما طوری طراحی شده که ما رو به سمت سختی ها و کارهای غیر راحت نبره و ناخودآگاه ما رو در مقابل هر آنچه که امنیت ذهنیمون رو به هم میزنه محافظت کنه و این باعث میشه که ما نخوایم از محدوده امن خودمون خارج بشیم و جسارت تغییر کردن رو و جرأت روبرو شدن رو با مسائل جدید نداشته باشیم. باید این رو بدونید. مهمترین اتفاقی که توی زندگی ما داره میفته اینه که ما نمیتونیم حوادث و هر آنچه که توی دنیای پیرامونمون داره اتفاق میفته رو کنترل کنیم. اما ما قدرت این رو داریم که برای هر حادثه‌ای خودمون رو آماده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما دقیقاً بدونیم روی چه حادثه‌ای تمرکز کنیم. اصلاً به چه چیزی توجه کنیم. اگر اتفاقی توی زندگیمون افتاد، اون اتفاق رو چطور معنا کنیم؟ و اگر معناش کردیم، با خودمون بدونیم این رو که قرار هست در مقابل این اتفاق چه عملی رو من انجام بدم. این سه انتخاب و این سه تصمیم میتونه زندگی و ذهن شما رو دگرگون کنه و ذهن شما رو از حالت سیف و ایمنی که قرار داره خارج کنه و به شما جسارت روبرو شدن با مسائل مختلف رو بده. سه تا چی بودن؟ این که هر اتفاق رو چطور معنا کنم، در مقابل هر اتفاق چه عکس العملی نشون بدم و روی چه اتفاقی اصلا تمرکز کنم. باور کنید شما هستین که توی زندگیتون تصمیم میگیرید در چه وضعیتی بمونید و خودتون رو تو چه وضعیتی نگه دارید. اگر داری با مردی زندگی میکنی یا با زنی زندگی میکنی که جز توهین، جز بی احترامی، جز خرد کردن شخصیت تو هیچ چیز دیگه‌ای برای تو نداره و با تو مثل یک دستمال مچاله شده رفتار میکنه، این انتخاب توه. باور کن انتخاب توه. اگر داری شغلی رو ادامه میدی و کار میکنی که اصلا دوستش نداری و علاقه نداری، این انتخاب توه. اگر داری کاری رو انجام میدی یا رفتاری رو انجام میدی که اصلا از درونت میلی به انجامش نداری، باز همین تصمیم و انتخاب توه. اگر از وضعیت فیزیکی بدنت ناراضی هستی و هر روز همین نارضایتی بیشتر میشه، این هم تصمیم توه که در همون وضعیت فیزیکی باقی بمونی. باور کنید آدم‌هایی که توی دور و بر شما دارن موفق میشن، ثروتمند میشن و قدرتمند میشن، قطعاً اینو به چشم دیدید. آدم‌های خیلی باهوشتر از شما نیستند، بلکه آدم‌هایی هستند که تنبلی کمتری دارند، پرتلاشند و هیچ دلیلی برای موفق نشدن خودشون ندارند و تمام تلاششون رو می‌کنن تا موفق بشند. آدم‌هایی که پشتکار دارند، آدم‌هایی که برنامه‌ریزی دارند. شما باید این برنامه ریزی رو به خودتون بدید. عامل دیگه‌ای که باعث میشه شما در مقابل کارهای کوچیک خودتون رو عامل دیگه‌ای که باعث میشه شما در مقابل کارهایی که میتونه به زندگی شما پیشرفت بده مقاومت میکنید، تردیده. تردید دزد فرصت هاست. شک کردن، زمانی که دقیقاً شک کردید که این کار رو انجام بدم یا ندم، بدونید فرصت شما پشت همین در هست. تردید و شک باعث میشه درها بسته تر باقی بمونه. تردید باعث میشه شما همیشه در انتظار یک موقعیت بهتر باقی بمونید و زندگیتون رو به باد میدید. سعی کنید تصمیم بگیرید، به تصمیمتون متعهد باشید و بعد عمل کنید. این پروسه رو چندین بار تکرار کنید توی زندگیتون. نتایجی که بهتون داده میشه نتایج فوق‌العاده‌ایه و زندگی شما دگرگون میشه. موضوع این هستش که ما هممون منتظریم یه دستی از آسمون بیاد هدف ما رو دو دستی تقدیم ما کنه و بگه این هدف، برو دنبالش خوش باش. هیچ کس هیچ فرصتی رو به شما نمیده. فرصت‌ها ساختنیه.
خودتون رو از نو بسازید، فرصتها رو از نو بسازید. توی دوره زنان قدرتمند و ثروتساز ما دونه بدونه در مورد فرصتها صحبت میکنیم، حتی در مورد ایده های شغلی، در مورد تفکرات، اینکه چطور یک فرد قدرتمند و ثروتساز باشیم. زن و مرد نداره. ثروتمند شدن، قدرتمند شدن، فرمولاش همش برای آدم ها یکیه. فقط کسی توی این وسط موفق تر عمل میکنه که باور داره و ایمان داره به توانستنش و تصمیم درست میگیره. قدرت تصمیم گیری رو فراموش نکنید. قدرت انتخاب رو فراموش نکنید. خداوند شما رو با ذهنی توی این دنیا آورده که شاید شما رو در مقابل یه سری از مسائل محافظت میکنه، اما این ذهن به شما کمک میکنه که رشد بیشتری رو هم داشته باشید. شما باید کاری کنید توی زندگیتون که مردم همه شما رو بشناسن، نه به خاطر اینکه یه کارمند خوب هستی، یه مدیر خوب هستی یا یک فرد خوب هستی شما رو بشناسن، بلکه برای یک دلیل خوب شما رو بشناسن. برای اینکه این فرد فوق‌العاده پرتلاشه، فوق‌العاده پشتکار داره، این فرد برای هر چیزی که میخواد به دست بیاره ساعتها زمان میگذاره. برای یک چیز خاص بودن باید شما رو بشناسن، برای یک فرد متفاوت بودن باید شما رو بشناسن، و این هنر شماست. اصلا مهم نیست چقدر مهارت دارید، اصلا مهم نیست چه اطلاعاتی دارید، اصلا مهم نیست شما چه کاری رو دارید انجام میدید. مهم این هست توی هر کاری که قرار میگیرید متفاوت تر از دیگران باشید. مهم این هستش که در مقابل بقیه مدیران، بقیه کارمندان یه حرف جدید برای گفتن داشته باشید. مهم اینه که در بین تمام زنان سرزمین یک زن متفاوت با رفتاری متفاوت باشید. یادتون نره تمام آدم‌های روی زمین در مقابل زن و مردی که قرار می‌گیرن و دوستش دارند ترجیح میدن کسی روبروشون قرار بگیره که در درجه اول باهوش باشه، زیرک باشه، قدرتمند باشه و توانگر. آدم‌ها از در کنار آدم‌های ضعیف بودن لذت نمی‌برن. شما باید یک فرد قوی و قدرتمند بشید. حالا برید دنبال تصمیم‌های جدید برای زندگیتون. تا ویدیوی بعدی همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.